داستان درخت مقدس در میان بنی اسرائیل آبدی بود وی را گفتن فلانجا درختی است و قومی آن را می پرستن آبد خشکین شد برخاست و تبر بردوش نهاد تا آن درخت را برکند ابلیس به صورت پیری زال و بر مسیر او مجسم شد و گفت ای آبد برگرد و به عبادت خود مشغول باش آبد گفت نه بریدن درخت اولویت دارد مشاجره بالا گرفت و درگیر شدند آبد بر ابلیس غالب آمد و وی را بر زمین کفت و بر سینهاش نشست ابلیس در این میان گفت دست بدار تا سخنی بگویم تو که پیامبر نیستی و خدا بر این کار تو را مأمور ننموده است به خانه برگرد تا هر روز دو دینار زیر بالشت تو نهم با یکی معاش کن و دیگری را انفاق نما و این بهتر و ثوابتر از کندن آن درخت است عابد با خود گفت راست میگوید یکی از آن صدقه میدهم و آن دیگر هم به معاش صرف کنم و برگشت بامداد دیگر روز دو دینار دید و برگرفت روز دوم دو دینار دید و برگرفت روز سوم هیچ نبود خشکین شد و تبر برگرفت باز در همان نقطه ابلیس پیش آمد و گفت کجا آبد گفت تا آن درخت برکنم گفت دروغ است به خدا هرگز نتوانی کنی در جنگ در آمده. ابلیس آبد را بیافکن چون گنجشکی در دست آبد گفت دست بدار تا برگردم اما بگو چرا بار اول بر تو پیروز آمدم و اینک در چنگ تو حقیر شدم ابلیس گفت آن وقت تو برای خدا خشکین بودی و خدا مرا مسخر تو کرد که هر کس کار برای خدا کند مرا بر او غلبه نباشد ولی این بار برای دنیا و دینار خشکین شدی پس مغلوب من گشتی